تو زمستون دارن قطع برق میکنن که کولر روشن نیست در این شرایط حضرات بلند شدن اومدن چیکار کنن که من کل گزارش رو نمیخوام این خانم مال ستاد امر معروف اومده مصاحبه کرده که آقا ما کلینیک ترک بی در تهران میخوایم را بندازیم یعنی بودجه گرفتن بودجه های آنچنانی گرفتن برای بودجه برای یه جا خرج بشه این توهینی میکنه کلینیک ترک بیهجابی یعنی بیهجابی که یک چیز نرمال است و اولا ما باید کلینیک حالا در آینده کلینیک ترک هجاب براتون میزنیم. چون هجاب یک چیز غیر نرماله اینجاست که من میگم جامعه بعد بره به سمت چادر کشی بعد حالا این یک بحث توهینش به ملت ایران و اینا یه بحثه که به زنان شیرزن ایرانی که دارن یه کار نرمال میکنن اصلا هجاب که اصلا مال هاست حجاب که مال آدمای سطح پایینه مال آدمایی که نمیخوان شعور زندگی ندارن حالا اگه میخوای بگی بخشی از خانواده خودت هم حجاب دارن خب اونا هم شعور زندگی ندارن الان مثلا پدر مادرای ما مگه شعور زندگی داشتن ندارن تعصب علکی نباید داشته باشیم که کسی که چادر میندازه شعور زندگی نداره بی مطلق است در این زمینه پدر مادرای تو این زمینه شور نداشتن دنبال حجاب بودن خب حالا در این شرایط که داره توهین میکنه و خود این باعث شکاف میشه حالا در این شرایطی که اینا نیاز دارن در برابر اسرائیل اگر هم میخوان مثلا ما رو خر کنن باید بالاخره دلمون رو به دست بیارن میاد میگه که نه شما اکثر زنان ایران که هجاب و قبول ندارید شما مریضید مثل معتاد براتون باید کلینیک دیگه ترک اعتیاد نیست کلینیک ترک بیهجابی میزنید یعنی دختر مردم میخوام ببرن اعتبارا دست و پاشو ببندن حجاب سرش کنن نمیدونم گزارشش طولانیه دیگه اصلا انقدر تو این چون جامعه به اگه دقت کنی من در مورد حجاب دیگه زیاد صحبت نمیکنم چرا چون جامعه خیلی ازش رد شد دیگه نیازی نیست ما تو برنامه رو دست بگیم این برای حجاب چیکار میکنه اون عامل چون خیلی رد شدیم قضیه قشنگ بی حجابی جا افتاد برنده شدیم کاملا پیروز مطلقیم ولی در این شرایط که اینا نیاز دارن که ما رو همدل کنن که اینجوری بیشتر ما رو متنفر میکنن این یک دوما این پولش از کجا داره میاد بالاخره این کلینیک ترک بی اجابی پول دیگه بالاخره یه ساختمونی بعد بگیرن یه اتاقی بعد داشته باشه چهار تا تخت بعد ببرن هر کاری ببین پول مملکت پول نفت هر راه شده مملکت در این, این شرایط چجوری هیف مل میکنن یک ریال اگر برای این کلینیک ترک بی هم خرج بشه اسرافه هیف و شما دارید این کار رو میکنید و در این شرایط آی محمد منظرپور من آخرین آیتم هم شمایید در این شرایط اجازه بدید که اینا کلینیک که کمپ بی اجابی میزنن برای ما این از این دیگه لاف قربت و آواز در بازار مسکرها گرفتن برای ما آی چرا مثلا اپوزیسیون رضا پهلوی و بقیه رفتن پشت اسرائیل حالا یه کار درستی تو عمرش این رضا پهلوی کرده این که رضا پهلوی ارتباط برقرار کرد با اسرائیل یکی از کارهای درستشه که دست کم خط و ملت ایرانو با حالا به هر نیتی که این کارو کرده ولی کار درستیه خروجش این شده که امروز مردم اسرائیل و خود اسرائیل که قدرت داره ضربه بزنه دیگه آقا تهدار اسدی تو اسرائیل میتونه به ما آسیب برسونه دیگه کسی که میتونه به ما آسیب برسونه دست خط ما مردم ایرانو با این رژیم جدا میدونه این حداقل یه کار درست رضا پهلوی دست کم در این مورد آقای مارک روبیو که الان شد وزیر امور خارجه احتمالا بشه وزیر امور خارجه آمریکا بشه با آقای مایک اولت که الان داره چیز میشه این آقای مایک اسمش چیز میشم مایک والتز میگم چرا مایک والتز که این هم آدم بسیار مهم شد مشاور امنیت ملی آمریکا اینا دست کم مردم ایران و خطشون رو با آمریکا با, با, جمهوری اسلامی جدا میدونن خب این خیلی مهمه که در آمریکا و اسرائیل حساب ما ملت ایران رو با این تروریستا دارن جدا میدونن حالا این عزیزان واقعیت این کلینیک مثلا ترک هجاب و غیرو هر چیزی که تو ایران اتفاق میفته میخوان گردن اسرائیل بندازن و آهو دریایی و غیره همه اینا رو نمیبینن وضعیت ایران رو نمیبینن حالا در آمریکا نشستن لاف قربت و دیگه آواز در بازار مسکرها بفرمایید الان در حال حاضر تنها مجموعه که مشخصا داره روی اپوزیسیون ایران در خارج از خاجز کشور کار میکنه به نظر میاد محدود شده به لابی اسرائیل و آره شما چه مرما حالا ترک بی حجابی میذارید که ترک بی حجابی کل ملت اینا فعلا ما با برنامه رودست دست و خیلی داستانه دیگه که کل اینان شده کلینیک ترک شیعه کلا ما شیعه رو انداختیم بیا هم ترک کردیم هم داریم اخراج میکنیم در واقع الان در حال حاضر تنها مجموعه که مشخصا داره روی اپوزیسیون ایران در خارج از کشور کار میکنه به نظر میاد محدود شده به لابی اسرائیل خب میگه لابی اسرائیل رو اپوزیسیون ایران کار میکنه بچه تلفن سن جونم شالوم آقا شالوم شالوم آقا یه درود دو ویژه به نخست وزیر نتانیاهو بفرستید آقا ما اینقدر داریم تعریف میکنیم از آقای نتانیاهو پول ما نرسیدا تو حسابمون نه نه تو اون حساب بریزید دیگه آره ببین اگه پولا نرسه فردا فوش میدم به نتانیاهو تصویر ذهنیشون در مورد این داستانی که داره رخ میده مردم ایران دارن دفاع میکنن از اسرائیل یا ما تو برنامه رو اینه که لابی صهیونیستی اومده ماها رو خریده اصلا نیاز نداره اسرائیل ما رو بخره یک زمانی واقعا لابی عربستان اومد بخره خیلی ها رو ولی اسرائیل واقعا الان نیاز نداره اینقدر واقعیت ها اینی و عینی و علنی جامعه ایران به صورت خودجوش داره از اسرائیل امروز دفاع میکنه اصلا دیگه فضا کاملا روشنه الان شما تو خونتی شما که میدونی که پولی که شما نمیگه اگه قرار کسی پول بگیره منم جلوی دوربین دیگه حالا دیگه شما یا بعد به من اطمینان کن یا نکن که فرقی هم نداره مهم خروجیه ولی خودتونه که میشناسید که الان پولی که نمیگیرید از اسرائیل ته ته دلت برو نگاه کن ببینم یعنی با خودت بررسی کن ببین که ته دلت تو این داستان با اسرائیل یا با جمهوری اسلامی اگر ته دلت یعنی با خودت صادقانه جلو آینه وایسا اگر ته دلت با اسرائیلی پس یک اتفاقی بزرگتر از لابی اسرائیل و جابجا جا شدن پول تو حساب بانکی افرادی مثل امید دانا و اینا رخ داده و چرا نمیبینی آی محمد منظر بود چرا فکر میکنی لابی اسرائیل اومده داره ماها رو میخره نمیگم کسی رو نخریدن یا اصلا باشه بخرن یا نخرن اصلا یه بحث دیگه ایه. نه اتفاقی داره اصلا نیازی نداره بخره یک فضایی به وجود اومده که جامعه ایران خود جوش رفته میگه آقا رای دیگه منطق میگه باید پشت اسرائیل وایس دیگه یا جامعه را... اصلا منطق هم نگه یک اتفاق اجتماعی رخ داده میتونه غیر منطقی حتی باشه ما میتونیم بگیم آقا دفاع از اسرائیل غیر منطقی دفاع از جمهوری اسلامی که کلینیک که بی حجابی میذاره منطقی اوکی من بحث چیز نمیکنم دوگانه با منطق یا بی منطق نمیکنم یه اتفاق اجتماعی رخ داده و تو این اتفاق اجتماعی رو نمیتونی تعدیلش بکنی به اینکه آقا مثلا یه عده دارن پول میگیرن از اسرائیل یه همچین چیزی نیست خب و در واقع مشقاتمون بعضی از چهره های حالا تحلیلگر کنشگر هم رفتن اصلا در این لابی ها دارن کار میکنن شما در هیچ انقلاب داخلی در کشورهای که انقلاب بزرگ انجام دادن ندیدید که مخالفین حتی در حال جنگ مسلح با رژیم حاکم وقتی دشمن بانو محتاب و بانو بیبی بی مرسی بابت استیکر زنده باشید خارج بیا پولا رسید از آمریکا چی از اسرائیل ببین بانو محتاب مأمور اسرائیل بانو بیبی بی هم مأمور اسرائیل مرسی شالوم بفرستید به نخست وزیر ذهنشون <تصفح> اینه ولی اینه نگاه نمیکنه که واقعیت نه اینه که لافه در قربت داره میزنه گفتم این که شما ها یه کوچولو مثلا ناراحتی تو که آقا اسرائیلو و مثلا داره این داستان میشه ذهنتون اینی که داره به ایران حمله میشه اگه واقعا شما پولی نگرفته باشید از جمهوری اسلامی این حستون حس هم شاید بشه بهش احترام گذاشت ولی چون مبتنی بر واقعیت میدانی نیست غیر قابل اعتناس الان همین بنده خدایی که داره صحبت میکنه آقای اکباتانی ببین ریش و مواسه بگه ریششون که حالا زده ایناست ولی به هر سفیده دیگه همه چی سفید سن بالاست ارده ار نمی... من میخوام چی بگم این اصلا الان درکی نداره از آهو دریایی که چرا لغ شده یا اتفاقات مردم ایران رو نمیتونه حس کنه بانو الی هم از آب چیز از بخش موساد به ما چیز کرد استیکر گرفتم زنده باشید یه شالومی در بخش موساد در سوئد بفرستید <تصفح> والله خب ببینم درکی نداره اصلا نمیفهمی آقا در ایران دارن کلیدی که ترک بی میزنن این نشسته داره شعار و شعر کلاسیک میگه ببین این شعارهایی که شما شعار رو بزن صحبتشو بکنه اینجا کار داره میخواد به اون چشمن حمله کنه طرف اون دشمن رو بگیره این پدیده نوزهوه در بخش از گروه های سیاسی ایران واقعا ننگاوره خب آفرین میگه پدیده نوظهوری است که ننگاوره حالا اونو ساز بازی نه اینکه مردم رفتن که اینجا عقب بزن مهم شما در هیچ انقلاب داخلی در کشورهای که انقلاب‌های بزرگ انجام دادن ندیدید که مخالفین حتی در حال جنگ مسلح با رژیم حاکم وقتی دشمن خارجی میخواد به اون کشور حمله کنه طرف اون دشمن رو بگیره این پدیده نوظهوری است در بخشی از گروه های سیاسی ایران واقعا خب ببین آیه آلن اکباتانی من احترام موی سفید شما رو میزنم ببین مسئله دنیا چنج میشه اون چیزی که شما داریم یه تعریفی که داریم میگی برای چی میگم کلاسیکه مالی یه عهد بوقیه اتفاقات عوض میشه ببین شما در زمان تو اصلا این موبایله نبوده یا اصلا از همون هنسفیری که گذاشی رو سرت که مال عهد بوقه معلومه که شما مالی یه ن... اصلا یه به روز نکردی خودت حد حد اون هدفونی که رو سرته به روز نکردی انا یه دونه چیزای بلوتوث کوچولو میذارن تو گوششون صحبت میکنن این همه تون اینا اینجوری این بحثی این نیست چه پولشو داری نداری یا قطعا پولشو داری بحث اینه که ذهنه به روز نشده دیگه یعنی همچنان تو یک فضای دیگه هست این که در یک انقلابی اگه یه کشوری به کشورت حمله کنه بله شما نباید بری پشت اون کشور ولی این هم یک تعریفیه مسائل متفاوته مسائل در حقیقت ثابت نیست به خود تو, تو علوم انسانی که از قواعد شیمی و ریاضی چیز نمیکنه پیروی نمیکنه که این قوانین بخواد ثابت باشه و تقریبا قانون ها در علوم انسانی متغیره قضیه یعنی اینجوری نباید نگاه کرد کی گفته اسرائیل داره به ایران حمله میکنه اولا جمهوری اسلامی یک رژیم ضد ایرانی که شما رو از کشورت انداخته بیرون ماها رو پدرمون رو درآورده رفته امنیت یک سری مردم رو در یک جای دیگر دو هزار کیلومتر اونورتر از خاک خودش به خطر انداخته اون داره اولا از خودش دفاع میکنه پس حمله ای نیست اسرائیل به ایران حمله نکرده اسرائیل در برابر یک رژیم تروریستی ضد ایرانی از خودش دفاع کرده بیچاره صد بارم داره به ملت ایران پیام میذاره که آقا من از چشم تمه به خاکت دارم حتی چشم تمه ندارم که من در حقیقت زیر ساخته اقتصادی تو بزنم ولی این نمیذاره راهی نداره برای من نذاشته دیگه اینقدرم پیام داره میده مثلا آره بزنیم کنار ببین این شما خودتونو رو به روز کنید مرسی روزبه عزیز شما در حد اون هدفونی که رو سرته خودتو به روز نکردی من چیکارت کنم با کلاسیک و اینا فقط میتونم بهت بگم آقا دمت کم که تو آمریکایی این لاف قربت هم برای من ارزش داره همین که داری لاف قربت میزنی قلبت برای ایران میتپه من برای شما برای آقای محمد منظرپورم اصلا اگر واقعا پولی از جمهوری اسلامی نگرفته باشید و این نظری که دارید میدید نظری باشه که واقعا از قلبت داری میاد برای من قابل احترام نظره ولی یک قابل احترام فاقد اعتنا چون مبتنی بر واقعیت روی زمین نیست <laughs> که یه عده‌ای حاضر باشن به, به کشورشون هم. همه دارن از اسرائیل الان پول میدن یه نظامی بشه زیر ساختای اون کشور زده بشه قدرت دفاعی اون کشور از بین بره به خاطر اینکه احتمالاً اینا فکر میکنن به قدرت میرسن که به قدرت هم نخواهد رسید من با کلمه معذرت میخوام این کلمه رو به کار برم با کلمه مزدوری قابل توجیهه که مشخصا طرفداران آقای رضا پهلوی هستن نه اینو بیان نمیکنن ولی امیدشون اینه که اسرائیل وارد بشه آمریکا هم بیاد دوباره یه چیزی یه توهمی دارن که کودتای 28 مردادی که اون دفعه باید انجام شد و کمیلی آقای نتانیاهو این دفعه ببین خیلی ممنون بانو مهتاب من تعجب میکنم الان هواداران رضا پهلوی و رضا پهلوی کجای بازی که شما دارید رو زوم میکنید ببین من خودم یه زمانی خیلی بررسی کردم حال زمانی بوده که زمان خودش بوده بعد یه سری مسائل میگفت هیچ از حرفایی هم که زنم عقب نشینی ازش نمیکنم همش هم تو زمان خودش درست بوده همین الان هم ولی ولی ما الان تو شرایطی هستیم که جمهوری اسلامی همین فضا رو به اینجا رسونده هواداران رضا پهلوی و رضا پهلوی طرفدار اسرائیل باشن نباشن یا هوادارش هستن یا نیستن الان رو واقعیت ماجرا اونجا بعد شما زوم کنید بعد از انقلاب زن زندگی آزادی نفهمیدی خیلی چیزا چنج شده بعد از انقلاب زن زندگی آزادی اساسا اپوزیسیون چیکاره است یه کشوری داریم توسط جمهوری اسلامی داره میره به مرز فروپاشی اپوزیسیون ما درسته یا غلطه من که نظرم در مورد اپوزیسیون روشن اندازه موهای سرم قبل از محسا امینی برنامه ساختم ولی الان این اپوزیسیونی که ته بد باشد ته فاند, بگیر باشد هر چیزی باشد چه نقشی الان داره ایفا میکنه مگه میتونه نقش ایفا کنه چه نقش مثبت چه نقش منفی ولی در خندم خندم میگیره حالا تو این رسانه ها میگن اپوزیسیون با هم متحد بشن نشن دعوا میکنن نمیکنن کل اپوزیسیون خانم علی نژاد آقای رضا پهلوی اینا با هم متحد بشون متحد نشون اون جلسه ای که با هم گذاشتن اگه ایجاد اتحاد میشد یا نمیشد واقعیت میدانی ایران داره میره به سمت مرز فروپاشی یه جای دیگه بازی شما الان نشستی اونجا با این محمد منظرپور رضا پهلوی رو هواداراشو میزنید بعد میگی که آقا این اسرائیل بیا زیر ساختای ما رو اینا ما اگه چی دفاع کنیم خیانته و چرا داستان شما مثل بچه مذهبی ها یک طرفه دارید نگاه میکنی نصفه نگاه میکنی چه اتفاقی افتاده موقعیت کنونی و لوکیشن موقعیت لوکیشن کنونی جمهوری کشورمون ایران چرا الان اینجاست چرا این وضعیت رو پیدا کردیم جمهوری اسلامی به وجود آورده شما یه جا دیگه داری تحلیل میکنید آخه چرا واقعا من نمیفهمم یا <những I bandwidth> پول گرفتید مرسی بیبی یا پول میگیرید از جمهوری اسلامی در این شرایط بیچاره رضا پهلوی درست باشه یا غلط باشه نظر من که در مورد ایشون میدونید مثلا ایشونو قبول نمیتونم داشته باشم به هزاران دلیل الان این بنده خدا الان یه بارم تو زندگیش کار درستی کرده دست کم با دوستیش با اسرائیل با اصلا میخواد بره پول بگیره از اسرائیل با این پیام دوستی که با اسرائیل ایجاد کرده دست کم اگه اسرائیل فردا بخواد ما رو بزنه کاملا حساب ملت ایرانو با جمهوری اسلامی جدا کرده دست کم میگه آقا اینا رهبر اپوز یکی از رهبران اپوزیسیونشون که آقای رضا پهلوی یکی البته فکر میکنم در اپوزیسیون ما دیگه بخوایم بگیم رهبر که به خانم مریم دیگه من کسی رو نمی‌شناسم یه مریم رجوی یه رضا بقیه دیگه اگه خودشون رو رهبر میدونن من مسیح النجا رو میدونید چقدر براش احترام قائلم به خاطر اقدامات درستی که کرده ولی در حتی قواره رهبری نیستن حامد اسماعیلیون هم که شوخیه در چارچوب رئال پلیتیک بحث اینجا ارزش گذاری نمی کنم که هیچ کدومشون قبول ندارم یه خانم مریم رجبی رضا پهلوی در چارچوب رال پلیتیک من الان رهبری دیگه نمی بینم رهبری که بخوام بگیم که رال پلیتیکا ارزشی از نظر من بگی که من رهبرا الان کسایی رو میدونم که شاید در زندان های جمهوری اسلامی باشن اون بحث ارزش گذاری و بحث اخلاقی و چیزای دیگه است در چارچوب رال پلیتیک خانم مریم که بالاخره یه نیرویی داره واقعی رضا پهلوی حتی رهبرای گروهای تجزیه طلب هم اونچنان حرفی ندارن برای این حرفای شما رو من نمیفهمم حالا داستانتون چیه و این ذهن کلاسیکی که دارید گفتم به مانند میکرو هدفونی که رو سرتون گذاشتید خودتون رو به روز نکردید آقای محمد منظرپور خودتون توی مسیر غلطی هستید تمام نفع ملت ایران در این در این بره از حمایت در اسرائیل در میاد ریشش در حمایت در اسرائیل اگه اینو نمیتونید ببینید من اگر نظریاتتون گفتم پولی از جمهوری اسلامی نگرفته باشید معمول نباشید نظریاتتون برامون قابل احترام میگیم خب بالاخره نتونستم خوش رو به روز رسالی کنم با یک نگاه کلاسیک دارن اون حرفای کلاسیکی که آقا اگه یه کشوری به ما حمله کرد ما باید این حرفا رو بزنیم و باید دفاع کنیم از حاکمیت وقت ولی به اینکه جریان تروریستی جمهوری اسلامی باشد تهش اینه که بهتون میتونم بگم آقا میفهمم درک میکنم احترام میذارم اما نظریاتتون فرسنگ ها فاصله داره با اتفاق واقع اتفاق روی زمین من همین شما ها میتونم بهتون اینو بگم از رده خارجی دیگه وقتی کسی نتونه خوشا به روز رسانی کنه از رده خارج میشه ویندوزی که الان ما داریم هر دقیقه میاد به روز رسانی میکنه این تمام سیستم گوشی هر دقیقه به روز رسانی میکنه وقتی یک چیزی خودش نمیتونه به روز رسانی کنه میخواد موبایل هم باشه این موبایل تا سه سال پیش قوی ترین موبایل چیز بود دیگه جهان بود فکر کنم این مال بیز... چیز این الان اوترا 20 الان اوترا 24 اومده دیگه اینی که من دارم 23 این الان اوترا 21 باشه 21 این الان 23 الان 24 اومده الان 21 چی میشه 21 دیگه تمام میشه بعد بشکنه که این خانم من اجازه بده من برم یکی دیگه بخرم <applause> داستان اینه این یکی هم که 20 این یکی 20 این هم اینجوری میشه اینم بعد بشکنه من بتونم برم 24 بگیرم 24 بزنم اونجا که بغلش 23 باشه آره ماهی خودم واقعیت اینه یعنی همه چی به روز میشه اینا که تازه موبایلای شاخ بودن تو زمان خودشون اینا که شاخ بودن الان اینجوری شدن شما که دیگه اگه خودتو به روز رسانی نکنی شما هم اینجوری میشی این که موبایل اینجوری شد ببین شما دیگه چی میشی خودتون رو به روز کنید دیگه قرمونتون برم عصبی نکنید منو <تصفح> زنده باشید بفرمایید مزدور خسی... اسرائیل مزدور جریان های جنگ دنیا هستن کسانی که بیان در این تلویزیون های پربیننده ام... عنوان کارشناس بیارن اینها رو ام... من مثلا نام بردم الان میگم ایران اینترنشنال کارشناس یک کسایی رو عنوان کارشناس بیاره که رادیو فارسی اسرائیل از اینها دلسوستره در بحبوحه جا... رادیو فارسی اسرائیل از اینا دلسوستره کار خبرنگار مگه دلسوزی بعد دلسوزی هم باشه بخشش ولی مهمتر از دلسوزی بیان وقای... واقعیت های میدانی است تحلیل درست از دلسوزیه الان اره شما مثلا دلسوزی بکنی الان اره داری میکنی چه دردی از در مثلا مردم ایران وردا چه باریت دوش ملت ایران دلسوزی که پشتوانه نداشته باشه که حرف مفته برای همین میگم لافه در قربت دلسوزی که پشتوانش پشتوانه ی واقعیت میدانی نباشه مبتنی بر حقایق نباشه نتونی صحنه رو بشناسی همچنان درگیره یک سری تعاریف کلاسیک گذشته باشی این دلسوزی اصلا میتونه دوستی خال خرسه باشه مثل دوستی خال خرسه خیلی هایی که برای مردم غزه میکنن برای مردم غزه گریه میکنه بعد میگه لعنت بر اسرائیل خب این چیکار میکنه حماس و انگیزش رو بیشتر میکنه که مردم غزه رو بیشتر سپر انسانی قرار بده که کشته بشن که اسرائیل بیشتر فوش بخوره اینجا کی داره میکنه مردم غزه کی باعث میشه که این مردم غزه ضرر کنن اون احمقی که داره دلسوزی میکنه اون دلسوز در حقیقت کمک کننده به قاتل هست چون وقتی که حماس نگاه میکنه که هر یک کودک غزه کشته میشه کلی فوش میخوره اسرائیل کلی اسرائیل بدنام میشه چیکار میکنه کودکان بیشتر یا میذاره که کشته بشن سوخت این اتفاقا داره کی تعمین میکنه تو با دلسوزی بیجات دلسوزی باید همراه با آگاهی باشه نه نمیشه دوستی قال قرصه آقای یه دوست آقای اکباتانی الان دلسوزی شما به چه کار آید؟ <applause> دلسوزی شما داره کمک میکنه به دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی داره کمک میکنه که جمهوری اسلامی بگه بفرما در دشمنی با اسرائیل من اپوزیسیونم دارم ملی قرار دارم این امیدانام که الان بریم خرش کنیم برگرده بگه ما رو مثلا بردن تا بعد از دریا بر از, بر از ها به دریای مدیترانه و فلان و سپاه و گارد جاویدان بکنه غیره همه اینا رو دارم برم دهن حالا برم با اسرائیل بجنگم چون من پشتوانه مردمی دارم نه تنها مردم یک بخشی هم در اپوزیسیون دارم که این اپوزیسیون هم جوگیر شدن فکر میکنن من الان مثلا جای کوروش بزرگ نشستم من خامنه ای الان اینا هم دارن اینجوری میکنن بس من الان اعتماد نفس میگم اینا با اسرائیل میجن نتیجه چی میشه دلسوزی ما یا حمایت ما یا دشمنی ما با اسرائیل جمهوری اسلامی رو اعتماد به نفس میده که اتفاقا ما رو تو جنگ بزرگی ببره و اون موقع اسرائیل هم میگه اومدی هفتم اکتبر مردم من زدی دور تا دور من پراکسی گذاشتی از چپگرات که منو فوش میده تا اپوزیسیونت منو فوش میده ایران گردات که امید دانا که الان میاد منو فوش میده بعد مردم تام هم... گور باباتون منم مثل قزد شما رو میزنم دو تا چهار تا دیگه نمیکنم به مانند لبنان حواسم باشه که الان مسیحی آقای قاسم سلیمانی میگفت دیگه میگفت دو تا روستا کنار همن و برای توپخانه بسیار کار مشکلیه که اینا رو متمایز کنه اما اسرائیل انقدر حساس بود متمایز میکرد در یک روستا طرف نشسته بود قیلیون میکشی در یک روستای دیگه طرف بم میخورد اون روستایی که قیلیون میکشین مال سنی ها یا مسیحی ها یا شیعیانی بود که هوادار حزبالله نبودن ولی روستاهایی که هوادار حزبالله بودن بمباران میشدن اسرائیل هم دیگه تفکیک اون قائل نمیشه هم می هممون میزنه میتونن میتونم بزنه دیگه دیگه از تحتار اسدی که دیگه شاختر نیستی که اون که دیگه از همه تونتره کل یهودیارم داد دیشب نشست توی صداوسیما گفتش که آقا اسرائیل واقعا بخواد بزنه میزنه حالا دلسوزی شما به چه کار آید پس دلسوزی شما اینجا حتی ضرر داره بره ایران یعنی اگر بخواین جنگم نشه کار ما درسته چرا وقتی که جمهوری اسلامی ببینه رفته رنگ حنا دارم عرض میکنم وقتی که ببینه افتاده تشت رسوایی دارم میگم وقتی که ببینه نمیتونه من ملت ایران و پشت خودش همراه کنه دستش میلرزه که وعده صادق سه انجام بده دست ما از اون منظر داریم نگاه میکنیم البته من تایی دلم آرزو میکنم که وعده صادق سه رو انجام بده که اسرائیل دهنش رو سرویس کنه چون اسرائیل دیگه من خیالم راحت شده که تکلیف ملت ایران و حساب ملت ایران و با این رژیم تروریستی سوا میکنه و اینا رو فقط میزنه یعنی میخوام بگم دوستی خال خیرسه جمعی شما با آقای شهرام و مهم و غیره در حقیقت چیکار میکنه در حقیقت داره آب با آسیاب قاتل مردم ایران میریزه یعنی جمهوری اسلامی همونطور که دلسوزیتونم برای مردم غزه که بعدش فش میدادید به اسرائیل آب به آسیاب حماس ریخت که بیشتر مردم غزه کشته شن مسعود رجوی یک هفتشت هزار نفر جوان فریب خورده رو هم من فریب خوردن تو فریب نخوردی گور بابای مجانی خ همین که تو الان یک موج اکثریت ملت ایران که پشت اسرائیلن در تحلیلت انقدر خطا داری که این موج همگام میکنی با مجاهدین خلق و اسرائیل رو همگام میکنی یا همسنگ میکنی با حزب بحث عراق نشون میده شوتی نشون میده تو باغ نیستی نشون میده تو عالم هپروتی نشون میده شعار و شعر داری میگی برادر کسی که اسرائیل رو که اصلا جنگی با ما نداره در مقام دفاع داره زیر ساخته رژیم میزنه اونم دو هزار کیلومتر ورتر بیاد مثلا بذاره در کنار صدام یا بحث عراقی که از زمان شاه هم چشم داشته به خرمشهر بعد بیان مجاهدین خلقی که در انقلاب 57 همراه بودن یک ایدولوژی کثیف دارن بعد رفتن پشت سردامو و با اکثر ملت ایران و حتی هواداران رضا پهلوی که دست کم از نظر خیانت و اینا به ملت بگیم که تمام گروه های سیاسی خیانتی به این آب و خاک کردن دیگه هواداران رضا پهلوی شاید یک بخششون نفهمند یه بخششون بیادب باشن یه بخششون حتی ببخشید بالا نسبت شوت باشن ای خیانت که نکردن چون اصلا موقعیت خیانت نداشتن چون اصلا حکومت نداشتن علیه هیچ حکومتی یعنی جز جمهوری اسلامی مبارزه نکردن و در مبارزه شون هم با جمهوری اسلامی اطلاعات جدی نداشتن تنها کسی که اطلاعات جدی داشت دو سه گروه بودن دو سه گروه تجزیه طلب با گروه مجاهدین که بحث هسته‌ای رو تونست لو داد که اگه بخوایم بگیم آقا خیانت کردن اطلاعات فروختن به دشمن و غیره و یا کشور بیگانه مجاهدین خلق چون دسترسی داشت افراد داشت در نظام یه کاری کردن هواداران رضا پهلوی نه حکومتی داشتن که بخوان مثلا چیز کنن اشتباهی کرده باشن یا چیزی نه اینکه اینا چیز کردن نه اینکه اینا در مبارزه با جمهوری اسلامی می اطلاعات مهمی رو بفروشن یه لب و لوچن و یه شعار و چیزی دارن میدن دیگه داد و تو میتونی به رضا پهلوی که منطق فلان یک بخششون واقعا بی‌منطقن یه بخششون واقعا تو باغ نیستن اینا همه حرفا درسته ولی خیانت که نکردن اصلا نمیتونی اکثریت ملت ایران و هواداران رضا پهلوی که امروز از اسرائیل دفاع میکنن و بیاری همسنگ کنی برابر کنی با مجاهدین خلقی که هم در زمان شاه خیانت کردن با مبارزه با شاهی که کردن خیانت بود دیگه با اون ایدئولوژی کثیف دوگانه مارک در یک دستشون قرآن و در دست دیگرشون در حقیقت آموزه های مارکسیست بود و نمیتونی با اسرائیل با بیای با صدام مقایسه کنی که خود صدام میگه آقا من سرباز قادسی هم میخوام ایران رو فتح کنم اسرائیل که یه همچین حرفی زده تازه میگه آقا جمهوری اسلامی بره با شما ملت ایران ما بتونیم یه رابطه خوب داشته باشیم پس اینجا نشون میده شماها لاف قربت گرفتتتون و نمیتونی ببینی در این شرایط هم رژیم اومده داره میگه که آقا جا من کلینیک مثلا ترک بی میذارم تا صدات در نمیاد خاموشی میارم برای مردم صدات در نمیاد آهو دریایی رو مثلا میاد چیز میکنه اونجوری بازداشت میکنه صدات در نمیاد دو تا دختر اومدن الان خودکشی کردن به خاطر پوشششون که مدرسه گیر داره در نمیاد ولی یک دفعه رگ گردن کلوف میشه رضا پهلوی و هوادارا چرا رفتن پشت اسرائیل اینجا مشکوک میشه دیگه یه مقدار یه مقدار اینجا مشکوک میشه از ایران برد در عراق مستقر کرد در مقابل ایران وارد جنگ شد به عنوان آدمکش صدام کار کرد اون جریان خب به شدت مطرود شد در ناخداگاه جمعی ایرانیان و فکر میکنم هرگز بخشو بخشوده نشد در واقع عملا آیا به نظر شما اون جریاناتی که امروز این گونه خودشون رو در زیل مثلا هجرمان اوشریم تقریف کردن یا خاصا اقدام عملی در مقابل ایران هستن یا نمیدونم اهداف مشخص میکنن ایران هنوز جمهوری اسلامی برابر با ایران میکنه و میگه خودشون رو با هجمون سحیانی نیست مثلا چیز که اصلا هم چیز ای نیست بعد میخواد بگه که آقا ماجاین خط مترود شدن اینا مثلا بعد دیگه همه تردشون کردن ببین تو حقایت، حقایت فصل آخر سریال بسیار جذاب واکینگ ها هستش <تصرف> تو فصل آخر یکی از اینا که این چهرهایی واکینگ که خیلی میخواست مثلا شاه بشه و غیر و اینا خب اینا دو تا سه تا کشتی میشن برن به سرزمین آمریکا حتی اسمش نمیرسن آمریکا میگفتن خب یه سرزمین ما فکر میکنیم اونجا پر سبز باشه وسط راه اینا گیر میکنن تو جزیره بسیار بزرگ گرینلند شما اگه از مثلا اروپا بخوای بری آمریکا این گرینلند رو یخچال کامله کل تعدادی هم که توش س... الان دانمارک مثلا صاحبه اونجاست کل آدمایی هم که توی زندگی میکنن فکر می‌کنم نهایتا صد هزار نفر باشن تو اونجا خیلی بزرگه یخچال بزرگه و اینا گیر میکنن اونجا گشنه و تشنه و اینا یه دونه وال دریایی مثلا میافته تو ساحل و خب اینا گشته میان وال بخورن اینی که ادعای شاهی میکنه میگه میکن این فقط مال منه چون تو بخش من افتاده اون بخشایی که بودن رو با هم تقسیم میکنن بعد میگن آقا باید با هم تقسیم کنیم همه زنده ببینین میگه من شاه هم این کلش مال منه دعواشون میشه یکی دو تا این از این میکشن اونو میکشن و بعد مردم اونجا چیز میگن میگن اوکی این مال توئه میگه آره همه سوار کشتی میشن اونجا میگه نری کجا آقا تو شاهی دیگه شاه تنها باش کل این جزیره گرینلند مال تو شاه تنها ما میریم این جمال تو شاه باش یارو تنهایی شاه اون جزیره گریلند شد حالا حکایت شماست میگه ترد میشن اینایی که دفاع میکنن از اسرائیل عزیزم اکیت حالا یه اقلیت میتونه یه اکثریتی را ترد کنه <applause> اکیت حالا یه اقلیت میتونه یه اکثریتی رو ترد کنه نفهمیدی اکثریت ملت ایران پشت اسرائیل هم پشم همه ریخته اونایی که امروز دارن ضد اسرائیل دارن صحبت میکنن نمیدونی دارن اقلیت میشن فوش میخورن <تصفح> اقلیت که نمیتونی با اکثریت رو کنی که شما الان هر روز دارید آب میدید ما هر روز داریم چاکتر میشیم چرا؟ شما استدلال داریم منطق داریم واقعیت روی زمینه همه اینا برابری میکنه شما همچنان در دنیای برا تعاریف گذشته و فلان و دیگه گفتم که از اون اون بنده خدا روی سرش مشخصه توی چه فضایی هستید شما همچنان در یه فضای دیگه هستید و نمیتونید هم اقنا کنید و این ولی اکثریتیه بعد توی اقلیت ما رو تهدید میکنید که آقا اینایی که از اسرائی دفاع میکنن فردا ترد میشن شوخی میکنی <applause> و از این کارها میکنن آیا اینها در ناخودآگاه جمعی ایرانیان به همون فرجام منتهی میشن تا اطلاعاتی که من دارم از داخل ایران از داخل مردم ایران در حدی که اطلاعات بویسره به شدت این جریان منفوره به شدت این جریان اطلاعات هم دارن دیگه میدونی وضعیت هم خیلی واقعا همه چیزشون هم به در ارتباطات از هنسفیلیشون مشخصه که ارتباطاتشون واقعا به روز ارتباطاتی که دارن بله ما بسیار منفوری من تو جامعه یه اکثریت منفوری ماره ما یه اکثریتی هستیم که توسط یه اقلیت چپگرا و اسلامگرا و البته دوستان لافه در قربت الان داری منفور میشیم درسته یعنی آقای نظام حتی در گذشته اگر <applause> یه ادی بهش یه توجهی داشتن الان به شدت ازش متنفر شد بابا لعنتی رضا پهلوی رو که من اولین نسلی که جدی به صورت عمر حمله کرد به رضا استاد فرود فولادوند بود دومی من بودم که دیگه شمشیر از رو بستم برای رضا پهلوی تا همین امروز هم اصلا شمشیر من بعد از اتفاق محسا دیگه غلاف کردم هیچ وقت هم حوادارش نمیشم چون میدونم که داستان ایشونو کامل چون میدونم که سرکاریه کاری ندارم دیگه ولی اصلا چون دشمنی هم ندارم واقعا دشمنی با جمهوری اسلامیه ولی یک چیز واقعیت رو بگیم این رئال ببین من تمام اون سالایی هم که به رضا پهلوی فوش دادم و فلان دادم همیشه یک واقعیتی رو میگفتم انتخابات بشه رضا پهلوی با آمار بالا رای میاره لعنتی الان محبوب ترین چهره سیاسی رضا پهلوی برخلاف میل من حتی من که طرفدارش نیستم من نخواهم شد حالا بعضی فکر میکنن داریم این داری میگیم که بعدا نزدیک بهش بشیم اصلا امکان نداره اصلا فراموش کنید من یه روزی هوادار رضا پهلوی بشم ولی واقعیت رئاله من گفتم گفتم من وقتی وارد این استدیو میشم تمام اون علایق و ملایق خودم رو میذارم پشت در من مبتنی بر واقعیت میدانی صحبت میکنم رضا پهلوی همیشه محبوب ترین چهره اپوزیسیون بوده به پسر شاهه بعد تو میای میگی منفور شده رضا پهلوی تو یه واقعیت میدانی نیست این خودتو داری گول میزنی میتونی بگی رضا پهلوی توانایی نداره باید همراه میشم خیلی جا یعنی اینکه بگی که آقا محبوبیت نداره داره منفور میشه که دیگه یه همون حرف هست. خیلی ممنون آیه دوست عزیز امرو امروی عزیز مرسی واقعا باور نکردنیه تو باسه خودشون دیتا سازی میکنن ببین میگم ما مشکل تحلیلگرامون اینه که از آرزوهای خودشون رو تحلیل میکنن مشکل تو تمام جرنت سی ماست چه هواداران رضا پهلوی چه مجاهدین چه هوادار جمهوری اسلامی آرزوهای خودشون رو تحلیل میکنن و اون چیزی که دوست داره دوست دارن باشن یعنی دوست داره اتفاق بیفته رو تحلیل میکنه این آدم الان دوست داره رضا پهلوی منفورترین آدم باشه شاید منم باش همراه باشم دوست داشته باشم ولی واقعیت اینه که رضا پهلوی الان محبوب ترین چهره منظرپور یا ده, ده, ده نفر دیگه برگردیم بگیم آقا این به غلط اینا چهره محبوبیه خب اوکی نظرمونه یعنی دیتا اینه که الان محبوب ترین چهره است لعنتی شما در تحلیل خود دیتا رو میای تحریف میکنی اینجا دو چهار خطای دید میشی تو میای میگی رضا پهلوی منفورترین داره میشه نه نه اتفاقا یکی از دلایلی که بخش قابل توجهی از ملت ایران پشت اسرائیل قرار گرفتی رضا پهلوی رفت اسرائیل این از نظر من مثبت البته برای که نفع امام الان امروز در کنار اسرائیل قرار گرفتن این دیتا رو چرا تحریف میکنید بگو این دیتا است ولی اشتباه هست ملت داره اشتباه میکنه اوکی این دیتا رو که خب تحریف میکنی یعنی خودتون رو دارید سر کار میذارید آقا دیتا رو تحریف کردن در حقیقت انگولک کردن خودمون توی کوچه خلوت ها نکنید این کار خودش واقعا بذارید یه خود جامعه سطحش بره بالا دیتا رو بررسی کنید بر اساس واقعی حالا تحلیل کنید بیبی به خاطر مسئله اسرائیل و این جریان طرفدار اسرائیل به شدت منفور میشن از مسعود رجوی منفورتر حالا دیگه قضاوت میکنیم دیگه زمان میخوره مشخص میشه و ببینید شما این حرفو و آیا اکباتانی حالا که من نمیشناسم ولی آیا منظرپور این حرفو و چارده ماه پیشم هم گفت همین حرف رو توی اتاقای کلاب میشه چارده ماه میگه آقا اینایی که از اسرائیل دفاع میکنن یه تعداد اندکی بعد منفور میشن بعد از چارده ماه محمد جان غربونت. الان این طرفدارای اسرائیل محبوب دارن میشن یا اکثریت دارن میشن یا شما مثلا چی داستانتونه شما برای چهارده ماه موقعیت خودتون نگاه کنین موقعیت این هم نگاه کن چهارده ماه پیش میگفتید آقا اینایی که از اسرائیل دفاع میکنن کوچیک و کوچیک و کوچیک در میشن الان این وریه یه اکثریتی اون و اینو نمیفهمید مشکل شما اینه که نمیفهمی اکثریت ملت حبی ندارن به اسرائیل یعنی فکر میکنی آقا ملت ایران عاشق چشم و ابرو اسرائیل شده یا برعکس آقای نتانیاهو که برای ما پیام میده برای ملت ایران پیام میده اون عاشق چشم و ابروی ما شده نه نه ملت ایران عاشق چشم و ابروی اسرائیل شده نه اونا عاشق چشم و ابروی ما شده دو طرف به یک نتیجه واحد رسیدن برای یک زندگی نرمال باید از صد جمهوری اسلامی بگذرن ملت ایران توانایی یک بخشی توانایی نداره در درگیری های جدی تر با جمهوری اسلامی اینو میخواد کمک بگیره از اسرائیل اسرائیل هم قدرتش اینه که حمله هوایی بکنه ولی نیروی زمینی نمیتونه پیاده کنه نیروی زمینی اصلا بخش اونجا که بغل خودشه تو غزه و لبنان داستان خودشه داره چه برسه به این و 2000 کیلومتر برای همین اون میگه که اوکی ما من ملت ایران قدرت هوایی ندارم اون با هوا میزنه مواضع جمهوری اسلامی رو اونم قدرت زمینی نداره که ملت ایران اینجا جبران میکنه به عنوان این دو طرف دو جدایی که عاشق چشم و ابروی هم, نیستن به یک نتیجه واحد رسیدن در اینجا یک در حقیقت نفع مشترک دارن نفع مشترکشون باعث شده به هم نزدیک شد خب شما اینو نمیخواید بفهمید فکر میکنید اسرائیل الان زنگ زد زن. نه؟ شالوم شالوم دارم خوب صحبت میکنم مرسی تو حسابم بنویسید دیگه قربتون برم حتما به نخست وزیر درود ویژه بله شالوم مخصوص بفرستی شباتتون مبارک مرسی خب آره الان اینا اینجوری فکر میکنه نه اینجوری نیست واقعا اینجوری نیست یک نفع مشترکی بین ملت ایران و اسرائیل مثل یه آدمی که کور است و یه آدمی که در حقیقت نابیناست اینا با همدیگه کمک میکنن تو فیلم ب... چیز بود بنهور بود اگر اشتباه نکنم این یارو که در حقیقت کور بود ولی هیکلش بزرگ بود این یکی هم که مثلا نابینا بود داستان به همدیگه اومده بودن یکی شده بودن به همدیگه کمک میکردن الان واقعیت اینه اسرائیل نیروی زمینی نداره در ایران مردم ایران هم نیروی هوایی ندارن حالا با هم همکاری دارن میکنن اون اندریق هوا موازه جمهوری اسلامی رو میزنه نتیجه در نهایت به اینجا میرسه مردم ایران هم رو زمین کار رژیم رو تموم میکنن حالا تا چقدر بشه نمیشه رو نمیدونم میخوام بگم این دلیل این 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 واقعیت مردم ایران رو با اسرائیل و با همدیگه متحد کرده حالا آره شما اگه اینجا میخواید به رضا پهلوی ووش بدید یا هر چیز دیگه به خودتون مربوطه رضا پهلوی خدا شاهده نه سر پیازه نه پیاز نه پیاز نه تنها رضا پهلوی کل اپوزیسیون نه سر پیازه نه پیاز نه ته پیاز بعضی وقتا جمهوری اسلامی هم میاد میگه که استیصال اپوزیسیون دعوای اپوزیسیون گفتم آقا این اپوزیسیون همه با هم متحد یا همه با هم دعوا کنن خانم علی نژاد و آقای حامد اسماعیلی و رضا پهلوی متحد باشن یا مثل الان دعوا کنن هیچ اتفاقی تو واقعیت میدانی تغییر نمیکنه توی جمهوری اسلامی در مسیر نابودی حالا اگه فکر میکنی دعوای اپوزیسیون باعث حیات تو میشه اصلا شوتی بازی جای دیگه است بازی در جای دیگه است اصلا اپوزیسیون ایران نه سر پیازه نه تای پیاز وقتی که این مسئله ساده رو نمیفهمی دیگه کاریش نمیشه کرد حالا شما بشینید آره ما 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 خود سر پیاز تای پیاز در حوزه فکسازی در ایران هستیم ولی در بوده کلی تر واقعا این چیزهایی که شما دارید میگید واقعیت میدانی نیست در حال مشکلی که این جماعت دارن به روز نمیشن دیگه گفتم وقتی به روز نشی موبایل هم حتی اگر باشی مال دو سال پیش من موبایل های گذشته الان مثلا اولین موبایل های سامسونگی که اومد گالکسی مثلا سه بود الان وجود خارجی داره برو تو بازار بگر هیچ کس نداره از تموم شد هر روز داریم به روز میشیم به روز میشیم شما نتونستی خودتو به روز کنی و در کنار اینکه جمهوری اسلامی داری این همه جنایت میکنه دو تا دختر مدرسه ای الان کشته شما وقت گذاشتید چرا هوادارن رضا پهلوی از استای دفاع میکنه یه بارم تو عمرشون اینا کار درستی کردن شما اینا رو فوش بدید عجیبه بخدا مرسی به حال دمتون کرد